یه روز شلوغی انقلاب بود دیگه انقلاب شده و کنم من نشسته بودم دیدم تلفن تلفن اداره زنگ خورد اونقا موبایل نبود یکی گفت که آقا یه عربی باد کار داره آقا قاسمپور ما رفتیم گوشی رو برداشتیم گفتیم بفرما دیدیم یکی با لحجه فارسی عربی شکسته شکسته گفت شما آقای قاسمپور پور هستی گفتم که بله اینا گفت که شما دوست داری بری امارات فوتبال بازی کنید؟ ما فکر کردیم که ای بچه ها داره ما رو اذیت میکنه بچه های خوزستانی اینا گفتیم که بیخور بش گفتیم که آره پول خوب بدن میریم بعد درگو گفت نه پول هم خوب میدن باز ما فکر کردیم باز هم شده گفتیم آره میریم نه الان بلند میتونی بلند شید سفارت امارات گفتیم که آره باز هم گفتیم که خدا هم عذیت هم میکنن دیگه گفتیم آره گفت آره. خب بلند شد بیا خیابون ولی هست حالا یادم نیست تقریبا نزدیک خیابون ولی هست و یه خوره میرفتی یه خیابون فری رفتیم سفارت امارات یه چایی و کیکی آورد روی نقشه گفت که اینجا اماراته یه تیمی هست به نام النصر و شما تیم النصر شما رو میخواد رسیدیم تو فرودگاه ما هم خب عربی هم بلد نبود بچه آبادان دوستان هم, هم اکثرا عرب بودن عربی هم بلد نبودیم ما هم ایستادیم گفت خاله یکی یه تابلو میاره بالا اسممون میارن یا میشناسن میام. ما هم ایستادیم شد نیم ساعت شد چل دقیقه شد یه ساعت ما دیدیم یه آقای با پرواز ما که اومد ایستاده اونجا ای نگاه ما میکنه ما هم خب رو نمیشدیم تو ایستادیم گفتیم خدایا اومدیم بیرون فرودگاه خدا کجا بریم ما نه عربی بلدیم نه کسی میشناسیم دیدیم این آقا اومد گفت که آقا پور کجا میخوای بری من یه ساعتی ایستادم میگه شما گفتم والا نمیدونم من بیت بهم دادن گفتن بیا برای باشگاه النس ولی کسی نیومده جلو هم؟ گفت خب کجا الان میخوای بری گفتم جایی ندارم برم میسم تو فرودگاه تا برگردم و از دور که نگاه کردم یه مثلا خب دوبهی مثل الان خیلی بوشتازی نشده بود از فرودگاه که تو نگاه کردم تو پارکینگ دیدم چند تا نورفکن مثل چراغای نورفکن و استودیو اینا گفتم که چراغا چی اینا گفت که این باشگاه علیه قبل از من حسن نظری و حسن روشن رفته بودم برای علی گفت که این باشگاه علیه گفتم حسن نظری اینا اینجا گاره گفتم منو میتونم اونجا برسونی گاره ما الان ماشین اومد دنبالم ما رو سوار کرد گفتم خیلی مهم گفت نه بزرگ بیام شاید مثلا تمرین حسن نظرینا نباشه اینا ما رفتیم دیدیم نه دارن تمرین میکنن بنده خدا خدافزی کردم ما هم نشستیم و تو جایگاه نشستم اینا اومدن آب بخورن یعفه حسن نظری با حسن روشن من اه تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم قصهش طولانیه گفت خب بعد تمرین میریم ما ایستادیم تمرین تموم شد اتفاقا حسن نظری گفت که فراد شریعت و آقای دیدمان رئیس فدراسیون بود دیگه اون موقع فراد شریعت هم جزء رؤسای چیز فدراسیون بود گفت که اتفاقا آقای مهاجرانی و آقای دیدمان و آقای شریعت اینا شام خونه آقای شریعت مهمانیم بیا شب بریم اونجا بریم هتل شرایطان آقای مهاجرانی اونجا ما رفتیم هتل شرایطان مهاجرانی گفت اه تو اونجا چیکار میکنی گفتم والا قصهش تورنانی اینطوری شد اینا خب بیا بریم و تو برو ابراهیم بیا با من ما نشستیم تو خانه ماشین آقای مهاجرانی و رفت خانه میشم برداشت و رفتیم خونه آقای شریعت شام گفت که چی شد اومدی اینجا گفتم قصه براش تعریف کردم گفتم النس گو گفت النس باشگاه شیخمانه رفیق منه اون موقع ماجرانی مربی تیم ملی امارات بود الشعب شارجه هم دستش بود گو اگر الناس تو رو میخواست خب به من میگفت گفتم والا من که بلید بم دادن ویزا بهم دادن بعد الناس من نمیدونستم الناسی وجود داره اینا گفت خب باش حالا ببینیم با ما تمرین ما فرداش رفتیم تمرین با الشب گفت یه دو تا آقا اومدن دیشتاش عربی لاباس عربی پوشیدن پشت زمین و اینا یه فرس ای صدا داد قسم قسم من عربی هم بلد نبودیم گفت بریم این چی کار دارن گف میای برای ما رسول خم فوتبال بازی کنی من داره داره ما گفتم آ ما اینا میگن گفت که خب برو ببین اگر شد نشد من خودم اینجا ال ما رفتیم و ما هم اشتباه کردیم سال نکردیم مثلا حسن نظر حسن روشن قرار دادم مثلا تو چه حدی باید باشه ماهانه بگیریم چقدر جلو بگیریم بعد رفتیم و خلاصه تمرین کردیم ریس پولیس پلیس اونجایی که بود به اسم حسن ابراهیم آدم خیلی خوبی بود اومد قرار دو دوبار گذاشت جلو ما بازم ما نگفتیم که آقا بذار بریم ما یه سوالی بکنیم تا قرارداد توافق کردیم تو همین اینه من شب برگشتم دوبه که ساکا رو بردارم اون شیخ مانه لندن بود زنگ میزنه به ماجرانی میگه قاسم پور اومد میگه آره من فرستادمش رسول خیمه کرد. گفت بابا یه نفر میفرسته یه آقای بود به اسم جمعه سیاه هم بود که بیاد فرودگاه این یادش میره بعد یه ماجرم به من گفت که ببینم چیزی امضا که نکرد گفتم چرا خب من قرار دارم گفت آخ شیخ مانه لندن به من زنگ زد که فلانی ما قرار بود بره جلوش فرودگاه یادش رفته پور بگین جایی نره گفت منم بهش گفتم گفتم خب من امضا کردم گفت برگرد برو اونجا او خانه من پشیمون شده گفته نمیام امارات قرار دادم کنسل کنم میخوام برگردم این باشه ما رفتیم اونجا گفتیم که خب ما نمیخوایم ما خانم اون نمیاد تو گفتم ما میگو نه اونجا یه قانونی داشت که شما اگر قراردادت کنسل اقامت هم کنسل میشد ویزا تا دو سال نمیتونستی برگردی اون موقع یه قانونی داشت گفت من نمیخوام برگردم اشکال نداره برو قرارداد کنسل نمیکن ما نمیدون. نمیدونستم دیگه من دو سال اونجا سال اول دیگه مجبور شدم بازی کردم خیلی هم خوب بازی کردم. باز شیخمان اومد گفت آقا برو تمام پول پارسال اینا با میدیم. بهم ندادن. سال دوم باز موندم. اومد گفت برو این دفعه بگو که تمام دو سالتون میدم. اگر بهم ندین دیگه چون اینا پول ندارن. با پول شما میتونن دو سه تا بازیکن بگیرن. پول خوبم به خودت میدیم اومدیم گفتیم خلاصه بگذاریم با یه دعوای ما رضایتنامه رو دادیم به یکی از دوستامون عباسکا رو بیرون بعد تماشاشی هم جمع شده بود که رضایتنامه ندین و اینا ما رضایتنامه گرفتیم اومدیم باش یک سال اونجا بازی کردم باشگاه الناس متاسفانه ما دیگه زمانی شد که دیگه حالا میتونستیم یه خورده پسر پول خوبی بگیریم بازیکن خارجی ممنوع شد تا همین اینه بن من این مادم به این شیخ خیلی آدم خوبی بود الان ما گاهی وقتا میریم دوبه باش ارتباط داریم بهش گفتم که رضایت نامه بده میخوام برگره این هیگو هی سب کن سب کن ما یه روز یه پیس روزی گذشته بود ناراحت شدیم یه روز بهم گفت که تو مشکلی داری خونت کسی چون من یه خونه بهم داده بودم ویلایی تلفنم به همه جا دنیا مجانی بود اصلا نظری روشن میادن خونه من زنگ میزدن میبروه. بعد گفتم نه گفت ماشین تو کسی ازت گیره گفتم نه گفت خب مشکل چیه میخوای بری گفتم ما میخوام برم باشگاهی تو ثبت نام کنم پر میشه لیست اینا گفت سب کو خورده ما یه روز زنگ زدیم ماجرا این بود آ ماجرا این شیخ رفیقت رفیقته ما رو هی امروز فردا میکنه ما هم میخوایم برگردیم بریم اینا گفت فردا اینا تو شارجه بازی دارن جام حسی بیا اونجا با من باش صحبت کن ما رفتیم دیدیم شیخ مانه اومد اون بالا و ماجرانی ما هم پایین نشسته ما یکی از دوستامونو هافتم شد دیدیم ماجرانی بلند شد رفت چی هم به ما نا... ما ناراحت شدیم خیلی هم ماجره ناراحت شدم گفتم که باش ما اومدیم یه روز مبنیم. همون دو سه روز بعدش یه جای ما میرفتیم یه هتلی بود بیرون از شارجه بیرون از دوبه بهش میگفتن هتل شیکاگو بیش, بیش. پنجشنبه ها ایرانی ها همه میومدن. از قشر شریفی می یه ابوالفضل جلالی بود ما روزنامه چیز بود معروف بود می اومد خیلی ها بودن می اومدن اونجا بازی تو هتله ما هم زور رفتیم یه میدونی هست که میدون جمال عبدالناصر معروف تو دبی ما رفتیم غذا گرفتیم از رو داشتیم میومدیم دیدیم اه ماجرانی و اسخر شرفی آقای جلالی دارن میان من ناراحت بودم از ماجرانه دیگه یه صد متر مونده بود به من یه کوچه بود دست چپ یه دفعه رفتم توی کوچه که اینا نبینم رفتم و اصرش رفتم برم همون هتل شگاویش بازی آقای ماجر چیز شرفی اومد گفت که ابراهیم چه کاری بود کردی گفتم خود من زدم به او را. گفتم که کدام کار؟ گفت که تا ما را دیدی گفتم شما کجا بودین؟ گفت ار روبرود داشتیم ما شما رو دیدی شما هم ما را دیدی رفتی تو کچه چ... چ... چه کاری بود؟ بعد بی اعترامی کردی به هشمت خان من اولین بار دارم در امینایی میگم گفتم که نه من شما گفت نه چرا هشمت به گردن شما حق داره به من گفت. من هم ناراحت بودم دیگه گفتم که ما هم به گردن هشمت حق داریم ما هشمت کردیم هشمت حالت آقای برای من خیلی قابل احترامه هم یالان یعنی هم ارتباط دارم و خیلی هم دوستش دارم واقعا برای ما پدری کرد یعنی یه آدمی بود که خیلی به ما هم فرصت داد هم پشت ما ایستاد گذشت و خلاصه ما رفتیم بعد یه ده پونزه رو دیدیم شیخ زنگ زد بلند شو بیا باشگاه شب بود من رفتم باشگاه دیدم دو تا عرب دیگه هم نشستن حالا عربات ها یقه هاشون مثلا امارات با عمان عمان با کووید اینا فرق داره یقاشون متوجه شدم اینا اماراتی نیستن گفت که آقای عبدالله مال رئیس باشگاه العربی قطر با معاونش اومدن راجع به شما صحبت کنیم و من اگر هی میگفتم سب کن سب کن میخواستم این درست بشه بذارم بیاد اینا باید صحبت کنم بنده خدا ما هم ناراحت بود دست در نشست اونجا و مثلا به اینا گفت که فرض کن به من اگر مثلا 50 تا داده بود گفت من به ایشون 100 تا دادم اگر معانه 10 تا به من گفت من به ای 15 تا دادم خودتون بشینید با هم صحبت اونجا یه توافق اولیه شد و ما که باعث بانی رفتن ما حالا چطوری رفتیم دبی یا از دبی رفتیم قطر قطر دو سال تو عربی بودم با عربی تمام جام های قطر رو بردیم یعنی یه جام بود باشگاهی رو بردیم یه جام هم به اسم همون جام امیر بهش الان هم دارن بش جام حذفیشونه که میگن همون جام امیر اونا رو هم بردیم دو سال متاسفانه اونجا هم بازیکن خارجی ممنوع شد یه روزنامه بود توی قطر به اسم صقر روزنامه سقر ورزشی بود به اندازه مثلا همین ورقای آچار بود ولی کاغذاش خیلی با کیفیت رنگ روغنی خیلی با کیفیت بود سردبیر اونجا یه مصری بود البته خبرنگاراشون هم مصری بودن این من خیلی با دوستم دیده بود یه رو دوست ما رو تو خیابون میبینه میگه گفت که بهش میگه که قاسمپور کجا میگه ایرانه میگه تلفنشو داری میگه ها ما یه رو نشسته بودیم تو خونه داشتیم با یکی از دوستامون تخته بازی میکردیم دیدم یه عربی زنگ زد گفت من از روزنامه سقر میفهمیدم مال قطره گفتم آها قطر گاره گفت من سردبی روزنامه صقر هستم شما میری مصر فوتبال بازی کنی گفتم که آره پول خوب بدن میرم گفت کی میتونی بیای دبی گفتم که کی خوب میام گفت پس فردا بیا دبی ما هم میام دبی باش ما پس فردا بلند شدیم خب اقامه داشتم من بعد اقامه, اقامه هم دوبه داشتم هم اقامه قطر داشتم ویزا هم میتون راحت بود بلیت گرفتم و رفتم دوبه و تلفن بهم رسیدی زنگ بزن زنگ. زنگ زدم و گفت که کی میخواد بری ما بریم بفرستیم بری قاهره ویزا گرفت و بلیط هم گرفتن و ما رفتیم مصر رفتیم مصر این هم شد مسیری که حالا چطوری ما رفتیم مصر مثلا ما مربی اون پوشکاش بود نه پوشکاشش مثل شنیدی یا نه مربی ما پوشکاش بود بعد اونجا هم بعد از حالا که چکاش پاس نشد اینجا رفت یا یه مربی آوردن به اسم اسکار آرژانتینی بود مثلا ما یه بازی داشتیم با الالی مصر الالی و زمال تقریبا یه چیزی مثل مثلا تاج و پرسپولیس اینجا قوی ترین تیمان اکثر بازیکنان تیم ملی هم این دو تیم بودن مثلا ما با علی بازی داشتیم ترسیده بود میگفت که ما از اینا ستا هم بخوریم خوبه من راضیم ما یه خوره ای نگاش کردم پیش گفتم که که گفت از اینا ستا بخوریم و فلان اینا تو زمین خودمونم بازی داشت برزگری هم برده بودیم اتفاقا بعد من یه خوره نگاش کردم دیدم هی یه طوری میکنه پیش گفتم که بذار من برات دفاع صد، خودم پیشنهاد دادم پیش گفتم که بذار من برات دفاع صد بازی کنم گفت که تو قدت کوتاه نمیتونی اینا قدرت سریع بازیکن داشتن بهش میگفتن بیبو اه... مصطفی عبدو یا چیز خیلی خوب بود خیلی خوب بود یه طارق عبوزه داشتن مثل مثل این, مثل این محمد صلاح هست باور کنید اون موقع از این محمد صلاح بهتر بود چپا هم بود بعد گفت که تو قدت کوتاه گفتم که بذار من برات بازی کنم دیدم هی نه میگه تو قدت کوتاه من هم ناراحت شدم بهم برخورد بهش گفتم که بذار برات بازی کنم می نویسم بازی رو نبازی نمیگم میبری ولی می نویسم برات اگه باختم پنجا درصد قرار دادم کم کن گو می نویسی گفتم برای. یه کاغذ قلم حالا ما میخواستیم می اینو متقاعدش کنیم که بازی کنیم براش رو دلسوزی هم بهش گفتم بعد گفت که گفتم فقط یه شرط داره ما سه تا دفاع ست داشتیم تکنیکشون هیچ خوب نبود یکیشون خیلی سمچ بود قدرت سرزنیش نترسون مثلا شما اگه میدونست استوک فلزی داری میخوره اینجاش سر میور سر بزنه اینقدر نترس بود اسمش علی مصری بود پدرش هم بازار ماهی ماهی فروشی داشت گفتم به یه شهر گفت چه شهر گفت این ای علی مصری بزار دوتا رو من انتخاب میکنم این علی مصری بزار جلو من این برزگیری هم بزار حافه که وسط جلو من بقیهش خودت گوی علی مصری تکنیک تک نداره هیچ چی بلد نیست گفتم تو چیکار داری تو اینو بذار جلو من به جان بچه‌هامو بازی رو ما یکیچ بردیم البته بعد کشتنمون تو قاهره این برزگیری یکی اگه بازیکن داشتن به اسم عبدالغنی چون گلی که زدیم تماشاچی ریخت تو زمین و یکی از تماشاچی اومد بزنه این برزگیری اپوش گرفتش گفت لا ای مش پر که برای برزگی برزگیری برزگی یا برزگی موی زدش خلاص دعوا شد گفتم بابا برگردیم تو قاهره میکشنمون همین هم شد داشی میکشتنمون دو ساعت نیم ما رو بردن تو پادگان ارتش با ماشینای ریو و ارتش که به ساب ریختن دورمون بزننمون